گردنه 4 زبر در 30 کیلومتری غرب کرمانشاه. از 33 سال پیش اما اینجا مرساد نام گرفته، به معنای کمینگاه. کمینگاهی برای ارتش مجهز شده یک گروهک منافقین که در یک شبانه روز خود را به اینجا رسانده بودند با رویای پیشروی آسان تا پایتخت ایران. اما مرساد پایان زود هنگام رویای آنها بود. امروز به روال هر سال یادواره آن عملیات در کرمانشاه برگزار شد با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، رزمندگان و مردم منطقه. اینجا مرساد است، صفحه درخشانی از تاریخ مجاهدت‌ها و فداکاری‌های جاودانه. منافقین سال 67 در شرایطی به ایران حمله کردند که قطعنامه پایان جنگ پذیرفته شده بود. تصور مهاجمان این بود که پذیرش قطعنامه به معنای از هم پاشیدگی خطوط دفاعی ایران است، به ویژه در جبهه غرب. اما آنها حساب یک چیز را نکرده بودند: دفاع خود جوش نیروهای باقی مانده و مردم بومی. بهترین زمان وحدت ما در زمان مرساد بود. همه ملت ایران با همه سلایق سیاسی، چون اینها رو خائن به این کشور می دانستند، همه برای مقابله با اونها اعلام آمادگی کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران معتقد است واقعی مرساد سرشار از درس‌های فراموش نشدنی است. او از دشمنان جمهوری اسلامی خواست اشتباهات منافقین را تکرار نکنند. باز هم به اشتباه افتادند. تصور می‌کند اگر ساعاتی برق برود یا به دلیل خشکسالی یا هر دلیل دیگری در نقاطی با کمبود آب مواجه شدیم، مردم ایران دستاوردهای بزرگ نظام، اعتقادات و باورهای عمیقشان، ایمانشان را کنار می‌گذارند و به حرف‌های بیگانگان گوش می‌دهند. حالا در تقویم رسمی کشور 5 مرداد، روز پایانی عملیات مرساد، روز ملی کرمانشاه نام گرفته است. تاریخی که در واقع آخرین گلوله‌های جنگ 8 ساله هم در این استان شلیک شد، همانطور که اولین گلوله‌های آغاز رسمی جنگ شلیک شده بود. جنگ از این استان شروع شد و در این استان ختم شد، یعنی تمام سراسر این 8 سال این استان در حال ایستادگی و شجاعت بود. حدود 10,000 کرمانشاهی در 8 سال جنگ تحمیلی شهید شدند در استانی که 1250 بار بمباران شد. ایران بارها هشدار داده، امروز هم اگر کسی بخواهد چنین اشتباهاتی را تکرار کند، پایانی خوشتر از منافقین در انتظارش نخواهد بود. صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.